سلام، میخوایم با هم دیگه توی خونه سبزی بکاریم. خیلی راحت و سریع. با من همراه باشین. خب بچه ها، برای سبزی کاشتن توی خونه اولین گزینه که نیاز داریم یه پنجره آفتابگیر با نور مناسبه که گلدوناتون رو اونجا قرار بدیم. بعد از اون شما به یه گلدون خیلی عمیق نیاز ندارین. یه گلدون با عمق کم هم برای کاشت سبزیجات کفایت کار رو میکنه. و خاک مناسب. خاک سبزیجات باید خاک نیمه سنگین رو به سنگین باشه. من اینجا از قبل گلدون رو خاک کردم. حتما زهکش مناسب کف گلدونتون ایجاد کنین. سوراخ‌های مناسب که آب اضافه خارج بشه، وگرنه خراب میشه سبزیاتون. تا نزدیک سطح گلدون رو خاک می‌ریزیم. و بعد یک لایه بذر روی خاکمون میریزیم. این بذر ریحونه که من انتخاب کردم. سعی کنیم به صورت یک نواخت بپاشیم بذر رو که همه جای گلدون به صورت یک نواخت سبزی بهتون بده. برای سبزی هایی مثل ریحون، مثل شاهی، مثل تره، اینا رو وقتی بذر رو میریزیم یه لایه خیلی کم خاک یا ماسه باید روی بذرها بریزیم. اما برای تربچه و پیازچه که ته دارن حتما در عمق حدود 2 سانت باید بذر قرار بگیره، 2 سانت خاک، وگرنه وقتی که سبز میشه بهتون اون قسمت ته تربچه یا پیازچه رو نمیده، خب فقط برگ سبزش رو میبینید. نکته بعدی این که وقتی خاک ریختین حالا روی بذرها، باید تا زمانی که سبز میشن خاک رو مرطوب نگه دارین، وگرنه سبزیاتون سبز نمیشه. رطوبت خاک رو حفظ کنین و بعد از اون وقتی که سبز شدن دیگه، حالا فکر میکنم شاید هفته 2 مرتبه بستگی به حالا جایی داره که میذارین، وقتی که خاکشون خشک شد آبیاری کامل براشون انجام بدین. سبزیایی مثل نعنا و ترخون، اینها به صورت بذر کاشته نمیشن. خب باید یه جایی بوته نعنا، یه بوته ترخون ببینین، یه قسمتش رو جدا کنین با ریشه و بعد بیارین توی باغچه خونه توی گلدون بکارین تا بهتون نعنا و ترخون بده. به مرور زمان این بوته ها زیاد میشن. برای فضای بیرون اگر سبزی میکارین، هنوز الان که اواخر فروردین ماهه، یکم هوا خنکه، یکم برای ریحون خوبه، ولی برای بقیه سبزی ها هوا خوبه. بعد از اون میرسیم به این که شما گفتین توی خونه جا ندارین، فضا ندارین، یا این که بذر مناسب ندارین. من براتون سری پک آماده کردم که حتما این تجربه لذت بخش رو توی خونه داشته باشین، مخصوصا اگر بچه دارین. فکر میکنم یکی از وظایف ما پدر و مادرها اینه که به بچه ها سالم زندگی کردن رو یاد بدیم، به اضافه این که خیلی هم دوست دارن این کارو. گلدون سایز کوچیک هست که میتونین انتخاب کنین به همراه خاک و بذرش، که بذرش رو باز میتونین خودتون انتخاب کنین. براتون میفرستم گلدون سایز متوسط و سایز بزرگ. اطلاعات کامل رو توی کپشن بهتون میگم، حتما بخونین. و اگر سوالی دارین کامنت بذارین برام. مرسی که همراهی میکنین و خدا نگهدار.